در جریان قیام سراسری مردم ایران در سال گذشته، دستاوردهایی در صحنه سیاسی ایران به ثبت رسید. ابهاماتی که بر ذهن و ضمیر بسیاری از مردم ایران وجود داشت کنار رفت و حقایقی روشن شد. شناخت این دستاوردها برای برداشتن گامهای آینده به یک ضرورت مبرم برای همه جوانان آگاه که دل در گروه آزادی ایران دارند تبدیل شده. این دستاوردها و حقایق چی هستند و چگونه میشه اونها ازشون استفاده کنیم در مسیر پیشبرد کارهامون؟ همراه هستیم با آقای اسدالله مصنع که به همین موضوع بپردازیم. آقای مصنع، با سلام خدمت شما. ما سال گذشته شاهد احیای کلمه انقلاب در فرهنگ سیاسی ایران بودیم. تا قبل از اون بعضیا میگفتن چون آخوندها بسیاری ارزش ها رو با عملکردهای ارتجایشون لوس کردن، الان دیگه جوانای ایران نسبت به حتی کلمه انقلاب دافعه دارن. ارزیابی شما تو این رابطه چی هستش؟ بله، پارسال همین موقع برای کلمه انقلاب در برابر ارتجاع بورژوازی باید می جنگیدیم، چون همینطوری که شما گفتین اصلا خوشایندشون نبود، نه ارتجاع نه بورژوازی همدستش. من فقط برای اینکه آغاز سخن رو قول معروف روشن بگم، اشاره میکنم به قسمتی از پیام رهبر انقلاب که اخیراً سر همین موضوع داده بودن. گفتن حرفمان این بود که مشکل نه در انقلاب کردن علیه دیکتاتوری سلطنتی، بلکه در انقلاب نکردن، در سرقت رهبری انقلاب توسط ارتجاع و در داعیه بازگشت به ما قبل خمینی است. انقلاب جرم نابخشودنی فدای خلق و مجاهد خلق بود، اما قیام 1401 این بساط را به کلی در هم ریخت و کلمه را تحمیل کرد، یعنی کلمه انقلاب را تحمیل کرد. خب تحمیل اینم محصول خودش رو داشت، مهمترین محصولش تیز شدن مرزبندی ها بود که تا اون موقع به این میزان مرزبندی ها بین جبهه دشمن و جبهه خلق و جبهه ضد خلق تیز نبود. مشخصا این مرزبندی خودش رو در شعار بسیار مهم و استراتژیک مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و از اون طرف هم در خواست مردم ایران برای انحلال و از کرانت بین رفتن سپاه پاسداران به عنوان نیروی نگهدارنده این رژیم بود، که خب اینها هم محصول همین جا افتادن چی بود؟ کلمه انقلاب بود. خب قدم بعدم مشخصه که ادامش که بدیم، ضرورت از بین رفتن، ضرورت این انحلال به طور مادی و عملی خیلی میاد روحند، و خب این قانونمندی این خطی که پیش بره وقتی بحث انقلاب میشه. خب پس روشن میشه که چرا ارتجاع و چرا بورژوازی هم دستش با این کلمه چی کار میکردن؟ مخالفت میکردن. یعنی در محتوا مشکل کجا بود که اینا این حرف رو میزدن که دوران انقلاب گذشته، و زیر پوشین زیر این حرفی اون دوران گذشته داشتن یه چیزی رو به ثبت میدادن، اونم چیزی مقوله به عنوان خشونت پرهیزی و یا عرض کنم که بی‌هزینگی تلاش میکردن اینو جا بندازن. که خب قیام 1401 همطور که رهبر مقاومت هم گفتن این بساطو چیکار کرد؟ در هم ریخ و از بین برد و کنار زد. اونا مجبور شدن در چنین شرایطی، این چیزی که در کف خیابون ها اتفاق افتاد، اون واقعیتی که خلق شد در قیام 1401، اونا مجبور شدن بیان پای چی؟ این کلمه. حالا فرصت طلبی هایی که خب معمول اینا هست سوار شدن هاش بگذاریم، ولی خود این که اینا مجبور شدن بیان پای این کلمه، و این خودش بیانگر حقانیت این پایداری و ایستادگی و محتوایی است که انقلاب 1401 به ثبت داد. و البته خب اونا از آن هیچ وقت نمی کنن، ولی این محصول یک ریشه چند ده ساله تاریخی هم داره، اونم مال مقاومت و مجاهدینه که بر این کلمه انقلاب بعد از 3 خرداد در برابر رژیم خمینی و اعوان و انصار و عواقبش ایستادن، و این رو به هر حال در
قیام 1401 عملا به ثبت هم رسید. بله آقای مصنع، شما یه اشاره هم الان کردید به خشونت پرهیزی. حالا ما شاهد بودیم که تو قیام سال گذشته بحثای خیلی زیادی هم در رابطه با همین استراتژی مبارزه با رژیم مطرح شد. خب بعضی ها همین بحث خشونت پرهیزی رو برای سرنگونی مطرح می‌کردن. حالا اصولا این استراتژی مبارزه با رژیم رو چطوری میشه تعیین بشه و چطوری میشه استراتژی غلط رو از درست و اصولیش تشخیص داد؟ ببینید اصولا استراتژی یه چیز ابداعی و به قول معروف ما خلقش بکنیم، ما درش بیاریم، ما تولیدش بکنیم، همچی چیزی وجود نداره. بلکه استراتژی از دل اون جامعه‌ای که داره می‌جنگه و دشمن و خط و خطوط و اون کاری که دشمن می‌کنه، رفتار دشمن، عمل دشمن، از اون در بیاد. بنابراین ما اون چیزی که ما میتونیم اینه که بتونیم از این دل این جامعه و اون عملکرد دشمن اینو چیکار کنیم، کشف کنیم و فهمش بکنیم. پس بنابراین اون چیزی نیست که ما خلق کرده باشیم. نمونهش فاز سیاسی، ببین رفتار مجاهدین تو فاز سیاسی تماما بر این استوار بود، علی رغم دادن ده ها شهید و هزاران زخمی، تمام بر این بود که تا میتونن از شرایط سیاسی و ذره آزادی استفاده بکنن و کار و مسیر رو پیش ببرن، دفاع کنن از آزادی مردم ایران، افشا کنن هر چیز عنصر ارتجایی ضد آزادی رو. گفتم قیمتش هم خیلی سنگین بود دیگه، حالا اصلا فرصتش الان نیست، پروسه‌ای که گذرونده شد. ولی ببینید وقتی به نقطه‌ای میرسه که دشمن تمام ظرفیت‌ها رو میبنده که دیگه شما هیچ چیزی برای اینکه بتونی از فضای آزاد استفاده کنی امکانی نداری، یعنی شما رو میذاره در برابر اینکه یا دیگه تماما تسلیم من شو یا نه، دیگه اون تحمیل میکنه به شما. خب 3 خرداد 60 بعد از اون راهپیمایی عظیم 500 هزار نفری مسالمت‌آمیز، خب این تحمیل شد، ما استقبال نمیکردیم، مجاهدین استقبال نمیکردن. بنابراین دیگه اونجا عملکرد دشمن به ما میگه چه استراتژی باید چیکار کرد، رفت و باید اونو کشف کرد و به هر حال اون جایی بود که دیگه مبارزه مسلحانه انقلابی چی شد؟ تحمیل شد و ضروری شد، و یا اگر نمیخواستیم بکنیم دیگه باید دست بالا میکردیم میرفتیم توی چی؟ مثل خیلی کسایی که رفتن زیر عبای خمینی، که خب طبعا این از مجاهدین شایسته مجاهدین نیست. پس نبرده، پس ببخشید نبرد مسلحانه یا استراتژی که ما دنبال کردیم و الانم به عنوان استراتژی کانونی شورشی دنبال بحث ارتش آزادی بخش و و و از همین واقعیت که توضیح دادم در میاد. من باز اجازه بدین از صحبت خود رهبر مقاومت که اخیرا باز در پیامشون گفتن اشاره کنم، این روشن میکنه. میگه چه خوب بود اگر رژیم خمینی اصلاح پذیر بود یا گذار از آن نیازمند قهر آتش نمی بود. این پس استقبال نمیکنه، ولی مگر استراتژی روهایی با این رژیم را ما ابداع و تعیین میکنیم؟ اگر ما اختراع کرده ایم باید به دور انداخت. ما فقط میتوانیم قانونمندی و خط مشی را جستجو و کشف و فهم کنیم. ارتش آزادی با کانونها و شهرهای شورشی از همین جستجو ناشی شده. بعد ادامه میدن، آخرش میگن نکته بسیار مهم این است که استراتژی را ما تولید نمیکنیم، به عکس از دل جامعه آن را باید کشف کرد. پس مشخصا اگه دشمن مشخص میشه، از دشمن در میاد و جامعه در میاد که استراتژیه، خب این دشمن مشخص کرده در چه شرایطی ما رو قرار داده. خب وقتی در اون شرایط دیگه بقیه استراتژی به نظرم روشنه دیگه، در هر گونه دیگه اونجا جا خالی دادن، به وظایف انقلابی عمل نکردن، به وظایفی که اون نقطه به شما تعیین کرده عمل نکردن، دیگه غلطیدن. هر جایی میخوای باشی، هر جور میخوای باشی، هر ادعایی داشته باشی، غلطیدن به دامن دشمن، در جبهه دشمن. بله آقای مصنع، شما هم از استراتژی مبارزه و ضرورت اون گفتیم با مثال های مختلف، هم از احیای کلمه انقلاب. حالا یه موضوع بسیار مهم دیگه که تو همین جریان انقلاب گذشته سال گذشته بحث شد سر وحدت نیروها تو جریان انقلاب بود. برخی ایراد اینو میگیرن که به اپوزیسیون ها که چرا با همدیگه وحدت نمی کنن و به این ترتیب مثلا رژیم به اصطلاح اینجوری که وحدت کنید رژیم از تقویت خودش میفته. آیا قبول دارید که مثلا وحدت نیروها مهمه و لازمه سرنگونیه؟ بدون شک، مثلا شرط ضروری این کار،
ولی اولین سوالی که اینجا باید کرد، یعنی قبل از هر چیز باید فهمید که، چون ببینید خمینی قبل از همه گفت چی؟ همه با هم. همه همش مفهومش چی بود؟ تسلیم بشین همه با من. خب پس برامر این نکته مهم اینه که حول چی باید وحدت کنیم، با چه قانونی، با چه راه کاری. یعنی اینکه وحدت میگید محتوای وحدت چیه؟ ببینید مردم ایران یک دیکتاتوری سلطنتی رو نفی کردن و دفن کردن، الان دارن علیه چه نظامی میجنگن؟ فاشیسم مذهبی. اینو میخوان بزنن کنار. پس از دل این چی در میاد؟ پس مردم ایران خواهان سرنگونی هستن. دو، استقرار یک جمهوری، چون سلطنت رو نفی کردن، یک جمهوری آزاد دموکراتیک و مستقل. نکته بعدی چه شاخصه ای داشته باشه علیه این فاشیسم مذهبی، یعنی جدای دین از دولت. پس این شاخصهاش روشنه. خب حالا من سوالم اینه، یک نیرو یا آدم شخصی که عرض کنم داره دفاع میکنه از سلطنت مدفون شده ای که مردم ایران بیش از 40 سال قبل اینو انداختن به زباله‌دان تاریخ، یا طبل وابستگی رو به صدا در میاره، یا اصلا کلمه ای که اسمش به از اعتبارش از همون نظام سلطنتی مدفون شده و سرنگون شده است، یا از میانه این رژیم دنبال راه حل میگرده. خب سوال من اینه، این چه انطباقی با خواسته مردم ایران داره؟ بعد با چی بریم وحدت کنیم؟ وحدت حول چی؟ آیا این وحدت علیه خواست مردم ایران نیست؟ آیا این وحدت همون چیزی نیست که دشمن میخواد که با مخدوش شدن از کنم مرزها همه چی به هم بریزه و اون سرنگونی تیز که هدف مردم ایرانه با این خواستهایی که گفتم روشن بشه؟ ببینیم ما میخواییم سرنگون کنیم رژیمو، ما دنبال موج سواری و میوه چینی و خوش اومدن این و اون که نیستیم که. برای من سوال اینه، بازم بزنین از صحبت‌های رهبر مقاومت، باز به نظرم خیلی روشن اینو بیان کردن. میگن در سال 1401 همچنین از وحدت و همه با هم بسیار شنیدیم، اما کمتر شنیدیم که راه قانون و وحدت و اتحاد را به ما بگوین. آخر برای وحدت باید تضاد حل کرد، باید از دل تضادها عبور کرد. کاری که 42 سال از شورای ملی مقاومت ایران بیوقفه به آن مشغول بوده و سنگین ترین بهای خودش را هم پرداخته است. پس ببینیم بدون اینکه این وحدت حول چه هدفیه، چه قانونی، چه راه کاریه، خوب میشه وحدت پوشالی، وحدتی که معلوم نیست و اون معروف نتیجهش هم هیچ چیزی نیست جز علیه انقلاب، نفی انقلاب، نفی سرنگونی که دقیقاً دشمن میخواد، دقیقاً میریزه تو کاسه اون. خب تو همین دستگاه شما حد صحبت از آلترناتیو هم که بکنید، آلترناتیو که آتین سایزایی که شروع شد تو همین دستگاه که تنها کارشون به دلیل همین نوع روی کرده موج سوارانه و میوه چینانه که اتفاقا با موضوع وحدت هم داشتن و مینداختن و تر میکردن، عمیقا کارشون ضربه زدن به همین جنبش انقلابی بود که بعضی حتی خود صدا خودشون هم در اومد. اینا ببینین دنبال همه با هم هستن، اینا با خودشون هم نتونستن وحدت کنن، هر وحدتی هم با خودشی کردن چیکار کردن؟ تقش در اومد. آلترناتیو واقعی از دل وحدت واقعی در میاد، از تضادهای مشخص عبور میکنه، با دود و دم و فرصت طلبی و میوه چینی و عرض کنم که بدون هیچ قیمت دادنی و همینجوری. خب معلومه همه مرزا مخدوش میشه، معلومه سره از ناسره کیه، معلومه کی جبهه خلقه، کی جبهه ضد خلقه. هر چی شما این مرزبندی رو که حول وحدت هم شکل میگیره اینو تیز نکنی، این دقیقا میره تو جیب دشمن. این علیه جنبش مردم ایرانه، این علیه سرنگونی فاشیسم مذهبی که 40 چند سال مردم ایرانو چه به زیر مهمیز کشته. اجازه بدید خاتمه صحبتم باز از رهبر مقاومت جمله بیارم، فکر میکنم که این بسیار روشنگره. میگن که در سال 1401 چنانچه دیدیم صنعت آلترناتیو سازی مجازی پس از خوابی عمیق و 40 ساله آمیخته با انکار تاریخ ایران در همان برهه رواج پیدا کرد. چون کسی نبود که تو صحنه یه دفعه انقلاب قیام 1401 پیش اومد و شروع کردن همه به قول معروف اومدن و میوه چینا و فرصت طلبا، اما دولت مستعجل بود، یعنی به نتیجه نرسیدن. در بیخبری از قانونمندی‌های خدشه‌ناپذیر سیاسی و اجتماعی و تاریخی، زن آن بودش که هستی دولتش. فکر می‌کنم آقا خبری هست.
آلترناتیو مثل یک ساختمان آجرها مساله خود را میخواهد، قانونمندی خاص خودش را دارد، با دود و دم و ادعا که ساخته نمیشود. کتاب قطور شهیدان آزادی سخن میگوید، هرچند که در سانسور قرن بنابر سرپوش گذاشتن است. از زندانها و اعدامهای دهه 60 و سربدارانش میگویند، ولی معلوم نیست چه کسانی بودند، چه میگفتند، چه میخواستند. اشباح بودند با یا هویت مشخصی داشتند، خشونتگر و خشونتگرا بودند یا به دفاع از حقوق مردمشان و شرافت آرمانی و میهنی خود برخواسته بودند. چرا صد صد و هزار هزار جان فدا کردند؟ چرا؟ با کدام آرمان، کدام شعار؟ آیا راه آتشین آنها غلط بود؟ آیا باید تسلیم میشدند؟ آیا باید خواب و سراب اصلاحات میدیدند؟ آیا باید هیزم کش تنور جنگ ضد میهنی با شعار فتح قدس از طریق کربلا میشدند؟ آیا باید به احضار ارواح محمد علی شاه و رضا شاه میپرداختند؟ آخر بگوید زنگوله سرنگونی را چه کسی و چگونه و با چه استراتژی و کدام تاکتیک میخواهد به گردن این رژیم درنده و وحشی بیاندازد؟ از دوره گذار بسیار شنیدیم، اما نفهمیدیم چگونه باید از این رژیم گذر کرد. فقط فهمیدیم که باید مؤدب و عاری از خشونت باشیم. من فکر میکنم که بهتر از این و جامع‌تر از این این مطلب رو نمیشد توضیح داد، و به نظرم روشن است که اینها دنبال چی هستند. ولی بله، وحدت نیروها بسیار ضروری است و درست است و لازم است، ولی حول چی و برای چی؟ به محض این میاد وسط شروع میکنن داد بیداد کردن، ولی مرزبندی ها رو نمیشه مخدوش کرد. هر چیزی که جبهه مردم، جبهه خلوت ضد خلق مخدوش بکنه باید زدش به دیوار. عجب. چون علیه جنبش انقلابی مردم ایرانه، علیه سرنگونی فاشیسم مذهبیه و در خدمت تمام عیار تمامیت این رژیم. بله، با تشکر از شما آقای اصل مصنع که وقتتون رو به ما دادید و به سوالات ما پاسخ دادید. تواضع می‌کنم. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.